دیگه ببینید یه زمانی داشتم براتون میگفتم سطح مطالبات ما ایرانی ها زمان شاه چی بود؟ بله هر کسی یه خونه یه ماشین داشته باشه خونه بزرگ ماشین خوب و, و این مطالبات مردم بود دیگه بعد هی هرچی از زمان شاه حرکت کرد جمهوری اسلامی روی کار اومد مطالبات محدودتر شد مثلا از خونه خونه خیلی بزرگ و خوب و ویلای و شیک و اینها رسید مثلا به یه آپارتمان بعدش رسید مثلا یه آلونک هم داشته باشیم بریم توش بد نیست که مثلا توی تهران مثلا یه خونه 20 متری که سگ هم توش نمیره زندگی کنه پوزش میطلبم هم از تمام هموطنانی که از دورا فقر و بدبختی مجبورن زندگی کنن ولی این چیزی که جمهوری اسلامی برای همه ما مگان آورده 20 متر. تو 20 متر آخه تو 20 متر قوطی کی میتونه زندگی کنه خونه تعریف داره آقا با اتاق داشته باشه نمیدونم فضایی دلنشین داشته 20 متر. تو 20 متر دنبال یه آلونک بعد اونم گیر نیومد حالا کرانشینی بعد توقع رسید از خونه شد ماشین حالا یه ماشین خوب داشته باشیم ماشین خوب نشد نمیدونم شد یه ماشین حالا معمولی هم داشته باشیم در بعد رسید به ماشین پراید بعد پراید و کسی نتونست بخره رسید به موبایل موبایل نمیدونم حالا یه موبایل خوب داشته باشیم مثلا موبایل های اسمارت هوشمند لمسی بعد اینم دوباره کسی نتونست بخره شد موبایل حالا یه معمولی اونم نشد شد موبایل دکمه ای می میبینید هی خط فقر ایناها اینایی که میبینید خط فقره میاد جلو جلوتر بعد رسید به گوشت مثلا حالا تو ماه بتونیم خود من که میدونی گوشت نمیخوره مخالف گوشتم ولی خب خیلی هم میخورد حالا تو ماه بتونیم حداقل یک کیلو گوشت بخوریم بعد این یک کیلو شد نیم کیلو بعد شد پوست مرغ الان رسیده به برنج برنجی که تو ایران وفور نعمت برنج هست حتی تو استان فارس کامفیروز بچه های استان فارس میدونن برنج کامفیروزی فراون بود اینم جمهوری اسلامی با سیاست های غلط خیلی یه موقع خوشتالی ایجاد کردن ولی برنج کامفیروزی همیشه بوده خیلی هم طرف داره شمال کشور بهترین برنج رو داره تو اسفهان هم میدونم کاشت میشه الان خبر دیدم که ایرانی ها فقط 15 میلیون ایرانی توان خرید برنج رو دارن 15 میلیون یعنی چند درصد میشه دوستان 15 میلیون ایرانی فقط توان خرید برنج رو دارن از یک کشور 80 میلیونی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج از جمعیت 82 میلیون نفری ایران فقط 15 میلیون نفر می توانند به راحتی برنج, برنج بخرند و این محصول سابقا پرمصرف عملا از سفره های غذایی اکثریت ایرانیان هست شد دیگه رسیده به برنج برنج که یه چیز خیلی معمولی بوده تو همه سفره ها بوده حالا دیگه برنج چهار سباه دیگه میرسه به نون این جمهوری اسلامی بمونه میرسه به نون باور کنید اصلا میگن فقط ده میلیون ایرانی توان خریدن نون دارن بقیه دارن گشنگی میکشن و از گشنگی میمیرن این نتیجه موندن جمهوری اسلامی هموطن میگید برای چی با آخون شما مشکل داری مبارزه میکنی فلان میکنی اولینش همینه اولینش اینه که آخون دزد بی پدر و مادر هست اولینش اینه که آخوند کاری کرده که مردم هر روز فقیر و فقیرتر بشن اندیشه سیاسی یا اندیشه آزادی اجتماع اینا بماند مراحل بعدی مهم نیست مهم اینه که آخوند دزده آخوند دزد طبعاتش هم این هست میبینیم فقر رو رو کشور ما هر روز بیشتر از دیروز آقا صفره های نوروز خودتون رو مقایسه کنید از زمان شاه تا خود انقلاب و شورش پنجه و هفته همین الان ای صفرها من یادم هست سفره ها مثلا بچه بودیم سفره بزرگ سفره ها بزرگ بود از این ور خونه تا اون ور خونه سفره میچیدن توش انواع آجیل و سیب و پرتغال و همه چی هی هر چقدر که جمهوری اسلامی به پیش رفت این سفره هم کوچیک تر شد کوچیک 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 دیگه جمع شد رفت رو میزا حالا چهار تا دونه سبزه بود دیگه دو تا خیلی بتونن آجیل, ب... آجیل, هم که چه ارز کنم تخمه چیزی بخرن بذارن اونجا آجیل هم شده قیمت خون برای چی با جمهوری اسلامی مبارز میکنیم برای همین برای اینکه آخوند هر روز مردم رو فقیرتر کرده جیب خودشون رو پرتر کرده فقر و بدبختی از شما عشق و حالش برای این آقازاده ها و انگلزاده های جمهوری اسلامی برن اونجا حال بکنن تو کانادا تو امریکا ویلا بخرن صفا بکنن شما هم تو فقر و بدبختی خودتون بمونید بعدم هر چهار سال یه سیرکی راه میندازن به اسم سیرک ریاست جمهوری دنبول دیمبو بیاید این رئیس جمهور اگر بیاد این میکنه اون بیاد و همه اینا ملیجه کن تون خود خامنه ای سه چهار روز پیش اومد تو یه مصاحبه زنده گفت که آقا سیاست های خارجی که اول توسط خود من تعیین میشه این جوات زخیم هیچ از اونجا و بی خودم کرده حرف مفت زده دوم مسئله اینه که بله سر و صدا سعید و محمد میخواد بیاد اینو جواد ظریف اون میخواد بیاد آزادی بده این میخواد همش دزدی هست و همش برای اینکه از اون سفره ای که پنج شده که بیشتر بچاپه حتی تو نماینده های مجلسی که تو شهر شهرهای خیلی کوچک و های کوچک فقط دعوا سر اینه که چه جوری بدزدن اونجا خودتون دیدید برید سابقه ای الان 43 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره ورق بزنید انصافا ببینید نماینده های شهرتون چگونه دزدیدند زمین های مردم رو زمین هایی که حالا مال حتی زمین های کشور بوده دست گذاشتن روش دزدیدن رفتن خوردن بچه هم همه فرستادن یا امریکا یا انگلیس برای خودشون اون بچه هم صفا میکنن شما هم بدبخت و بدبختن حالا به دنبال این هستید که این بیاد اون بیاد راه نجات در خودتون هم وطن. راه نجات در اینه که من و شما بیدار بشیم آگاه بشیم هوشیار بشیم بیستیم فریب نخوریم برای چی میگیم واکسن چون واکسن و کرونا اینا همه فریب هست بله کشته داره نه فلان داره ولی سوء استفاده داره ازش میشی وقتی هم بخوایم فریب بخوریم فریب میخوریم بازی انتصابات تو جمهوری اسلامی فریب هست هر زمانی که فریب بخ... اینها بتونن شما رو فریب بدن یه انرژی خاصی هم میگیرن ولی روزی که شما فریب نخورید بیستید تعداد ما زیاد و زیادتر بشه این روز روز پایان این آخوندها و کلا دم و دستگاه اهریمنی جهانی هست امروز یه مستند, مستند در واقع از اینهایی که خود مردم می سازن نه مستند هایی شبکه بزرگی که می سازن و جهت دار هست یه مستند خیلی خوب می دیدم که درباره زندگی یک دکتر بود دکتری که در امریکا با استفاده از یک سری جریانات مغناطیسی برق هم سرطان رو از بین داشت می برد هم اکثر بیماری ها رو چون می دونید که بدن انسان از ملکول های متعدد تشکیل شده خیلی خیلی یه چیز خیلی جدی ساخته بود همین کمپانی های داروسازی رفتن بعد از اینکه ایشون موفق شد اومد این دستگاه رو ساخت خیلی پزشکان بزرگ دنیا تحسینش کردن کمپانی داروسا اول رفتن گفتن اینا رو به ما بفروش نفروخ رفتن اون به اصطلاح آزمایشگاهش رو آتیش زدن دستگاهاش رو هم دستکاری کردن دیگه درست کار نکرد اجازه نمیدن این مافیای جهانی اجازه نمیده به کسی حاضر هست شما مریضی بگیرید بمیرید نابود بشید ولی اینا دکونشون به چرخ دکون مافیای جهانی به چرخ اگر که این دکتر که سال 1888 به دنیا اومده بود فکر کنم سال 1000 اگه اشتباه نکنم 1913 حالا تاریخ درستش نمیدونم این رو اختراعش کار میکرد و به صبر رسونده بود این موفق شده بود این محصولش رو تولید کنه الان اکثر بیماری های جهان فقط در حد یک داستان بود داستان قدیمی بود مخصوصا بیماری های بد و عجیبی مثل سرطان و بیماری های مثل خود همین ویروس کرونا ویروس های مختلف با استفاده از انرژی الکتریکی موفق شده بود اینها رو از بین ببره خیلی بیمار خوب کرده بود الان خبری هم ازش نیست فقط در حد همین مستندها که گوشه و کنار میشنوید اومدن زدن آتیش دادن نابود کردن چرا چون کمپانی داروسازی از این که شما مریض باشید داره پول در میاره. چه در ایران چه خارج چه بقیه دنیا این هست هم شما با دنیای بسیار اهریمنی و کثیفی روبرو هستید با یک دنیای بدی رو به رو هستید تو این دنیایی که وجود داره رحم و مروتی درونش نیست حالا فکر میکنید کسانی که ویروس کرونا رو تو آزمایشگاه ووهان ساختن برای شما میان واکسن درست کنن که خوب بشید اگر هم درست کنن مطمئن باشید یا منافع مالی داخلش هست یا پروژه این حالت خوشبینانه است که مثلا یه واکسنی رو بسازن شما هر سه ماه بزنید اینا درآمد میلیارد دلاری از این را داشته باشن یا پروژه بدترش اینه که دنیا رو ببرن سمت بردگی جهانی برده کنن انسانها رو ماست بزنید از خونه بیرون نیاد بشینید حالا بیاید بیرون حالا نمیتونید بیاید بیرون از پنج بیاد انگار مثلا ویروس کرونا از ساعت پنج میره شروع میکنه فعال شدن و مثلا صبح فعال نیست یه چیزای مزخرفی رو در آوردن که اصلا آدم بخواد قشنگ بشینه فکر کنه مغزش سوت میکشه اینه دوستان این دنیایی که ساختن این هست میگید برای چی دارید مبارزه میکنید برای اینکه راه اینها راه اهریمن هست اهورمزدای ایران رو ما به یاری طلبیدیم تا در برابر این اهریمنها ها بجنگیم یک بار برای همیشه دنیا رو نجات بدیم کشور خودمون رو به خصوص یعنی این زحاکانی که نشستن اونجا واقعا تا خون تمام تا مغز تمام ملت ایران رو نخورن دست بردار نیستن